خیلی از ما ویندوز 10 رو داریم و روزانه ازش استفاده میکنیم. شاید خیلی هم حرفه‌ای نباشیم و کاری که انجام میدیم کاملا سطحی و پیش پا افتاده باشه. اما مهمه بدونید ویندوز 10 کلی قابلیت‌های مخفی داره که میتونن به کارتون بیان و باعثشن نیازی به نصب کردن برنامه‌های اضافی نداشته باشید. با هم همراه باشید تا در مورد این قابلیت‌های مخفی و کاربردی بیشتر براتون توضیح بدم. برای شروع میریم سراغ یکی از کاربردی ترین ویژگی ویندوز 10 که اگر حالا از این استفاده نکنی باید حداقل یه دونه برنامه دیگه براش نصب کنی. خب کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که ویندوز کی شیفت و اس رو بگیریم و در واقع قابلیت اسنیپن اسکچ رو فعال کنیم. این قابلیت به شما اجازه میده که حالا از هر سطح یا هر جایی توی صفحتون به صورت دلخواه عکس بگیرید. میخواید کاملا فول اسکرین باشه یا اینکه میخواید مثلا یه قسمتی رو خودتون انتخاب کنید و ازش عکس بگیرید. عکس هایی که میگیرید رو میتونید در توی این پنل بهشون دسترسی داشته باشید و اینجا کلی ادیتشون کنید، تغییر روشون اعمال کنید. حالا اگر میخواید هایلایت کنید چیز رو، خطی روش بکشید و در نهایت میتونید از اینجا ذخیرهش کنید تا یه جایی نگهش دارید و به راحتی ازش استفاده کنید. میدونم که خیلی از ماشین حساب پیش‌فرض ویندوز استفاده میکنن، اما چیزی که شاید ندونید اینه که این ماشین حساب کارای فوق‌العاده بیشتری میتونه براتون انجام بده. خب حالت استاندارد این ماشین حساب که به این شکله، اما شما میتونید گزینه‌های دیگه‌ای براش انتخاب کنید، حالا مثلا برای یه کارای متفاوتی که می‌خواید انجام بدید و گزینه‌های بیشتری در اختیارتون قرار می‌گیره. اما یکی از کارهای فوق‌العاده‌ای که این ماشین حساب انجام میده تبدیل چیزهای مختلف به هم دیگه است. حالا می‌خواد از تبدیل کارنسی یا همون ارز کشورهای مختلف باشه تا طول تا نمیدونم چیزهای دیگه مثل زاویه، فشار، سرعت، زمان و هر چیز دیگه. شما میتونید تمامی این تبدیل ها رو بدون نیاز به هیچ برنامه یا وبسایت دیگه فقط و فقط با استفاده از همین ماشین حساب پیش‌فرض ویندوز انجام بدید. خیلی مواقع پیش میاد که شما دنبال یه دونه کاراکتر خاص میگردید اما هر جایی میگردید پیداش نمیکنید. خب کاری که میتونید انجام بدید اینه که بیاید توی سرچ ویندوزتون عبارت کاراکتر مپ رو در واقع تایپ کنید، روی برنامه‌ای که بهتون نمایش داده شده کلیک کنید تا این منو بهتون نشون داده شه. از توی اینجا میتونید هر کاراکتری که مد نظرتونه رو انتخاب کنید. وقتی این کار رو انجام دادید میتونید سلکتش کنید، کپیش کنید و هر جایی که خواستید پیست کنید. یا اینکه اصلا یه دونه کیستروک بهتون نمایش داده میشه که میتونید از اون کیستروک استفاده کنید برای اینکه حالا هر جایی که خواستید دیگه نیاید سراغ در واقع این کاراکتر مپ، کپیش کنید از همین کیستروک استفاده کنید، در واقع کلیدهای ترکیبی با اون کاراکتر مورد نظرتون رو اونجایی که میخواید ازش استفاده کنید. اگر از رنگ بندی مانیتورتون راضی نیستید خب میتونید کالیبریتش کنید. برای این کار کافیه که بیارید توی قسمت سرچ ویندوزتون عبارت کالیبریت دیسپلی کالر رو تایپ کنید، گزینه‌ای که بهتون نمایش داده شده رو انتخاب کنید و بعد توی مراحل بعدی چیزی که گفته میشه رو انجام بدید تا در واقع تمامی رنگ بندی صفحه نمایشتون یک بار کالیبریت شه و بتونید بهترین رنگ‌ها رو حالا با توجه به مانیتوری که استفاده می‌کنید داشته باشید. اگر دوست دارید یه نگاهی بندازید و ببینید که وضعیت سلامتی سیستمتون چطوره، چه برنامه‌هایی توی چند روز گذشته در واقع کرش کردن یا ارور دادن، خب میتونید بیاید توی قسمت سرچ ویندوزتون عبارت ریلایبیلیتی هیستوری رو تایپ کنید و بعد روی گزینه‌ای که بهتون نمایش داده میشه کلیک کنید. توی این قسمت میتونید تمام ارورها و کرش های چند روز گذشته یا سیستمتون رو ببینید. حالا کاری که میتونید انجام بدید اینه که اگر مدام میبینید یه برنامه‌ای داره کرش میکنه، چند روز پشت سر هم دیگه این اتفاق افتاده، در واقع بیایید حالا مشخصاتش رو ببینید، اصلا ببینید که مشکل از کجاست و اگر این اتفاق هی داره تکرار میشه پاکش کنید و یه برنامه دیگه نصب کنید، جایگزینش کنید تا آسیب کمتری به سیستمتون وارد شه. این قسمت در واقع شما میتونید که چند روز گذشته و حالا تمامی تاریخی که شده رو چک کنید و ببینید که واقعا توی چند وقت گذشته کدوم برنامه ها مشکل اساسی ایجاد کردن و جلوی خسارت بیشتر یا آسیب بیشتر به ویندوزتون رو بگیرید. دقت کردید یه سری از صداهای ویندوز هستن که به صورت پیش‌فرض وجود دارن و خب فکر میکنم نمیدونید که میتونید تغییرشون بدید. برای مثال این صدا رو گوش کنید یا هر صدای دیگه ای، مثلا زمانی که یه دونه فلش میزنید به سیستمتون جدا میکنید یا هر چیز دیگه. برای تغییر دادن این صداها کافیه که بیاید تو قسمت سرچ ویندوزتون عبارت Change System Sound رو تایپ کنید، گزینه‌ای که بهتون نمایش داده میشه رو روش کلیک کنید، وارد تب ساوند شید و توی این قسمت هر صدایی که میخواید تغییر بدید رو انتخاب کنید. برای مثال این گزینه، من اول تستش میکنم، همین صدای نرمال ویندوزه و حالا اگر بخواید میتونید از بین تمام گزینه‌هایی که بهتون نمایش داده شده هر کدوم که میخواید رو انتخاب کنید، تستش کنید. و اگر خوشتون اومد همون رو انتخاب کنید و ازش استفاده کنید. شما میتونید به راحتی توی ویندوزتون چند تا دسکتاپ مجازی داشته باشید. برای اینکه ازشون استفاده کنید کافیه که کلیدهای ویندوز کی و تپ رو فشار بدید.
وقتی اینکه این کارو انجام دارید میبینید بالا سمت چپ یه دونه گزینه وجود داره به اسم نیو دسکتاپ. کافیه که روش کلیک کنید و بعد میتونید هر چند تا دسکتاپی که مد نظرتونه رو بسازید. خب من توی دسکتاپ یکم همونطور که میبینید گوگل کروم بازه و دارم وبسایت دیجیاتو رو میخونم. اما خب اگر وارد یه دونه دسکتاپ دیگه شم کلا همه چیز از اول شروع میشه، هیچ برنامه‌ای باز نیست و میتونم اینور برنامه‌های مختلف دیگه‌ای رو باز کنم و ازشون استفاده کنم. شاید زیاد پیش میاد که شما مثلا از لپتاپتون یا سیستمتون فاصله میگیرید اما یادتون میره که اون رو قفل کنید تا کسی نتونه ازش استفاده کنه. خب ویندوز یه قابلیتی داره به اسم داینامیک لاک که میتونید ازش استفاده کنید. داینامیک لاک اینطوری کار میکنه که مثلا شما میایید و گوشیتون یا موبایلتون رو با استفاده از بلوتوث به لپتاپ یا پی سی تون وصل میکنید. حالا زمانی که گوشی شما از دسترس خارج شه، یعنی انقدر دور شه که اون کانکشن بلوتوث بین لپتاپ و گوشی شما قطع بشه، ویندوزتون به صورت اتوماتیک در واقع خودش رو لاک میکنه. برای اینکه بخواید این کار رو انجام بدید بعد بلوتوثتون رو روشن کنید و بیاید و گوشیتون رو بهش کانکت کنید و در نهایت میتونید که از این قابلیت استفاده کنید. برای ساده تر و سریع تر استفاده کردن از برنامه های مختلف توی ویندوزتون میتونید بیاید و واسه شون یه دونه شورتکات انتخاب کنید. کافیه که روی اون اپلیکیشن مورد نظرتون کلیک راست کنید، بیاید توی قسمت پراپرتیز و بعد میبینید یه قسمتی داره به اسم شورتکات کی. روش کلیک کنید و اون شورتکات مورد نظرتون رو روی کیبوردتون انتخاب کنید. معمولا همشون با کنترل و آرت شروع میشن و شما باید یه دونه کلید سوم رو انتخاب کنید که من برای استیم میذارمش روی A. حالا اپلای کنید، اوکی، و حالا شما میتونید با گرفتن همین کلیدها خیلی راحت برنامه مورد نظرتون رو لانچ کنید. ویندوز یه قابلیت خیلی جالب داره به اسم استپس ریکوردر که کافی اسمش رو سرچ کنید و روی اپلیکیشنش کلیک کنید تا لانچ. یه منوی خیلی کوچیک داره. من استارت ریکورد رو میزنم و بعد مینیمایزش میکنم. حالا میام از برنامه‌های مختلفی که حالا توی سیستمم دارم استفاده میکنم. برای مثال گوگل کروم، بعد میام وارد مای کامپیوتر میشم. حالا میرم توی فولدرهای مختلف و اتفاقی که میفته اینه که این برنامه تمام کارهایی که شما انجام میدید رو ثبت و ضبط میکنه و یه دونه گزارش کامل حتی با ذکر دقیقه و ساعت و روز و همه چیز بهتون میده که شما اومدید چیکار کردید، از چی استفاده کردید و مثلا میتونید حتی این فایل رو ذخیره‌اش کنید و حالا بعداً ازش استفاده کنید، حالا هر کاری که میتونید باش داشته باشید. اما خب کلاً قابلیت جالبیه که به صورت پیش‌فرض توی ویندوزتون وجود داره. این هم یه سری از قابلیت‌های مخفی و کاربردی ویندوز که میتونن تو انجام دادن کارهای مختلف کمکتون کنن. اگر شما هم چیزی مد نظرتون هست تو قسمت کامنت‌ها برامون بنویسید و اگر ویدیو رو از یوتیوب دیجیاتو تماشا می‌کنید لایک و سابسکرایب یادتون نره.